شاد بودن یک سفر دائمیه، نه یک مقصد معین. برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی برتر از بودن نیست. سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم در هر کجایی از این کره خاکی که هستید شاد باشین و سلامت. یه هفته دیگه با برنامه رنگ زندگی مهمون خونه های گرم شما عزیزان دوست داشتنی هستیم. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون ما رو در بهبود این برنامه یاری میکنین. مثل هر هفته با ما همراه باشید. نتایج مطالعات دانشمندان بنگر اینه که احتمال اضافه وزن در زنانی که تا دیر وقت در محل کار خودشون میمونن بسیار بالاست. این وضعیت به خاطر شیوه زندگی ناسالمی که این زنان در پیش میگیرن به وجود میاد. زنانی که تا دیر وقت در محل کار خودشون میمونن وقت لازم برای پخت و پز و آماده سازی غذای سالم رو ندارن. همچنین فعالیت‌های بدنی و ورزشی در برنامه روزانه اونها جایی نداره. گفته شده که زنانی که بیشتر از 48 ساعت در هفته کار میکنن بیشتر به استعمال سیگار روی میارن و در معرض چاقه قرار میگیرن. و همچنین در این مطالعات 1000 زن از مشاغل مختلف رو تحت نظر قرار گرفتن و متوجه شدن که بسیاری از اونها در معرض چاقی و اضافه وزن هستن. همچنین گفته شده زنانی که تا دیر وقت در محل کار خودشون هستن حتی تا 12% بیشتر در معرض دیابت، اضافه وزن و چاقی قرار میگیرن. یه بخش کوتاهی رو با همدیگه میبینیم و برمیگردیم. میخوایم در مورد فواید یخ صحبت کنیم. میخوایم بهتون بگیم چطور میتونید با چند قطعه یخ به طور طبیعی به زیبایی پوستتون کمک کنید. اولین کاربرد یخ افزایش گردش خونه که کمک میکنه به جلوگیری از علائم پیری و چین و چروک پوست. کاربرد بعدی اون برای از بین بردن آکنه هاست. با قرار دادن مداوم یخ روزانه 2 تا 3 دقیقه بر روی آکنه ها در کمترین زمان میتونید از آکنه های صورت خلاص بشید. کاربرد بعدی اون برای آفتاب سوختگیه. با قرار دادن چند قطعه یخ بر محل آفتاب سوختگی میبینید که پوستتون دچار خارشی میشه که نشون از بهبود آفتاب سوختگیه. کاربرد بعدی اون برای از بین بردن پف زیر چشمه. با قرار دادن چند قطعه یخ درون دستمال پنبه‌ای و قرار دادن بر روی پف چشم به راحتی میتونید از شر اون خلاص بشید. و اما کاربرد بعدی اون به عنوان یک ماسک جامده. میتونید آب خیار و آب گل سرخ رو با همدیگه مخلوط کنید، درون یک قالب یخ بریزید و وقتی منجمد شد اون رو بر روی پوستتون ماساژ بدید. میبینید که پوستتون به طور طبیعی دچار درخشش خاصی میشه. اما یادتون باشه از فشار دادن بیش از اندازه یخ بر پوست صورت حتما پرهیز کنید، چون باعث میشه مورک های زیر پوست پاره بشه و دچار کبودی بشه. یه بخش کوتاهی رو با همدیگه میبینیم و برمیگردیم. لباس‌های خیس رو در فضای بسته اتاق خشک نکنید. به نقل از شغفنا، دانشمندان اسکاتلندی به تازگی دریافتند خشک کردن لباس‌ها در فضای بسته اتاق خطر ابتلا به آسپ رو افزایش میده. خشک کردن لباس‌ها در فضای بسته اتاق خطر ابتلا به آسپ، تب یونجه و انواع آلرژی رو تشدید میکنه. همچنین گفته شده که 30% رطوبت موجود در خونه ها مربوط به خشک کردن لباس ها در فضای بسته و همچنین بر روی رادیاتور هاست. بر اساس این تحقیقات 87% زنان در زمستان لباس های خیس رو در فضای بسته اتاق خشک می کنن. این خونه ها دارای نوعی هاک هستن که این هاک ها باعث بسیاری از آلرژی ها و بیماری های تنفسی هستن. این هاک ها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و باعث به وجود اومدن انواع عفونت ها هم میشه. گفته شده تا جای ممکن لباس ها رو به وسیله نور خورشید و در فضای باز خشک کنید و اگر این کار امکان پذیر نیست براتون، لباس ها رو برای شستشو به خشکشویی بسپارید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
اما در این بخش میخواییم دو تا اپلیکیشن گوشی بهتون معرفی کنیم. این اپلیکیشن ها کاملا رایگانن و خوشبختانه هم برای گوشی های اندروید کاربرد داره و هم برای گوشی های آیفون. اولین برنامه آویاریه، یکی از برترین اپلیکیشن ها برای ویرایش عکسه، به طوری که تاکنون حدود 100 میلیون بار دانلود شده. کار با این برنامه خیلی راحته، به سادگی میتونید عکساتون رو بدون هیچ مشکلی ویرایش کنید. برنامه بعدی اسمش زوبیه، یک برنامه با ایده بسیار جالب. این برنامه به شما کمک میکنه پیام تصویری خودتون رو بسازید و درون شبکه و یا درون خود برنامه به اشتراک بذارید. این برنامه به این صورت کاربرد داره که شما از بین 100 کاراکتر کارتونی معروف کاراکتر مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، پیام صوتیتون رو ضبط میکنید و برنامه برای شما یک ویدئویی میسازه که شما و دوستانتون رو متحیر میکنه. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم. بخش آخر برنامه میخوایم بهتون بگیم که چطور میتونید صبح زود از خواب پاشید. اولین قدم یادداشت کردن کارهایی که قرار صبح روز بعد انجام بدید. قدم بعدی تدارک دیدن یک صبحانه جذابه که برای خوردن اون انگیزه داشته باشین و صبح زود از خواب پاشید. تلفن همراهتون رو قبل از خواب خاموش کنید، به هزار و یک دلیل که یکی از دلایل اون ساطع شدن اشعه بده. لباس و لحاف رو طوری انتخاب کنید که دمای بدنتون بین 16 تا 21 درجه باشه. قبل از خوابیدن کتاب بخونید. کتاب خوندن به شما کمک میکنه که براحتی به خواب برید. اگر ساعت کوک میکنید اون رو در جایی قرار بدین که برای خاموش کردنش مجبور باشید تخت خواب رو ترک کنید. یادتون باشه در تاریکی مطلق بخوابید، به خاطر اینکه ملاتونین هورمون خواب در تاریکی ترشح میشه. دیدید که به سادگی میتونید خواب راحتی داشته باشین و صبح زود از خواب پاشید. یادتون باشه سحرخیز بودن یکی از راه‌های شادابی و سلامت بدنه. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم. برنامه این هفتمون هم به پایان رسید. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. همراهی شما دلگرمی بود برای ما. ما همچنان منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم. آرامش نتیجه 3 عبارته: تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فردا. امیدوارم دلتون گرم به آفتاب امید باشه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.